بسم الله الرحمن الرحیم ارزه سلام ادب و احترام خدمت شما رفقای خیلی خیلی نازنینم خیلی خیلی مخلصیم امیدوارم حال دلتون خیلی, خیلی خیلی خوب باشه به آخرین جلسه از فصل دما و گرما رسیدیم تمام نکاتش رو با هم دیدیم سوال رو با هم حل کردیم و تو این جلسه میخوایم کل فصل رو در یک جلسه دوباره با همدیگه مرور کنیم که یک مقدار در ذهنمون مطالب دستبندی بشه و مرتب بشه طبیعتا فرصت این نیست که در یک جلسه همه نکات گفته بشه سعی کردم که فقط دستبندی مرتبی براتون انجام بدم همه این نکات قبلا گفته شده است توی این جلسه ما انشاءالله این فصل رو که تموم کردیم کارمون با بچه های تجربی تموم میشه و آموزش و تحصار همه رو با هم دیگه دیدیم ولی برای بچه های ریاضی یه فصل دیگه هم هست ترمودینامیک که ایشالا فصل بعدی ما با فصل راجعه سوال حل میکنیم و میبینیم من خیلی وقتتون رو نمیگیرم بریم سوال ها رو کل جنبندی فصل رو با هم دیگه ببینیم بریم بچه ها اگر بخوایم که از همون اول طبق همون چیزی که تو درسنامه مطرح کردیم یه خلاصه ای از بحثمون رو تو یه جلسه بخوایم ببینیم اینطوری که ما تو قسمت اول راجع به دما صحبت کردیم اگه تعریف دما بود که برابر با میانگین انرژی جنبشی ذرات یا متوسط انرژی جنبشی ذرات یا تو خیلی از کتاب هم نوشتن که مقدار سردی یا گرمی اجسام رو دما میگن ولی اون تعریف مقدار میانگین انرژی جنبشی ذرات یه مقدار بهتر و علمیتر هستش که تعریفش میشه حالا دما رو چجوری اندازه گیری میکنن با وسیله هایی به نام دماسنج هر کدوم از این دماسنج ها یه کمیت دماسنجی دارن یعنی از یک طریقی دارن تغییر دما رو نشون میدن مقدار دما از یک طریقی دارن نشون میدن حالا یک کدوم مثلا میتونه تغییر ارتفاع جیوه یا هر چیز دیگه ای باشه خود دماسنج ها یا جیوه ای انواع دماسنج ها جیوه ای بود. بود. بیشینه و کمینه دماسنج‌های بسیار دقیق تری بودن که به دماسنج‌های معیار معروف بودن گازی تفسنج یا مقاومت پلاتینی که هر کدوم اینا رو گفتیم اساس کارشون چیه و بیشتر برای چه کاری استفاده میشن مقیاس های دما که خیلی مهم بود یکیش سلسیوس بود که ما خیلی این رو میدیدیم یا همون درجه سلسیوس که اینطوری نشونش میدن با میگن تتا برابر است با مثلا بر فرض مثال 3 درجه سلسیوس بعدی کلوین بود که در اس SI ما با همین کار داریم با تی نشونش میدن مثلا بر فرض مثال میگیم دما بر حسب کلوین برابر است با 4 تا بعدی درجه فارنهایس رو ما داشتیم که با ارزم به حضور شما با اف نشونش میدادن اف مثلا برابر است با 6 درجه فارنهایت که اینها با هم دیگه تبدیل می شدن. که یادم تغییرات درجه سلسیوس با تغییرات کلوین برابر بود درجه سلسیوس رو به علاوه 273 میکردم کلوین رو به هم میداد خیلی از این جهت برای من اهمیت داشت تبدیل اینا این رو هم اینجا من بنویسم که در اس SI آی اگر ما بخوایم چیزی رو به دست بیاریم باید بر حسب کلوین حتما بذاریم خب بچه ها این تغییر دما تغییر دما برای ما باعث انبساط میشد یعنی مثلا وقتی که من دما رو ببرم بالا اون ماده ای که من دارم شروع میکنه به منبسط شدن حالا انبساط رو ما یا در جامدات بررسی میکردیم یا در مایاد یا در گازها تو جامدات خودش دوباره به سه تا دسته تقسیم میشد من انبساط سطحی رو بعضی وقت رو در نظر میگرفتم یه وقت بهتر که اول بنویسم انبساط رو من بعضی وقتها طولی در نظر می گرفتم بعضی وقتها سطحی و بعضی وقتها هم حجمی در نظر می گرفتم طولی یعنی فقط یک بود سطحی یعنی دو بود رو در نظر بگیرم حجمی یعنی سه بود رو در نظر بگیرم که هر کدوم از اینها روات خودش رو داشت دلتا ال برابر است با ال 1 آلفا در دلتا تتا یا ال 2 برابر است با ال 1 در یکی آلفا در دلتا تتا این دلتا آ برابر است با آ دو زب در دو آلفا زب در دلتا تتا اینجا آ یک از خواهی میکنه. حجمی هم میشود دلتا وی برابر است با وی یک زب در سه آلفا زب در دلتا تتا که این سه آلفا رو با بتا هم نشون میدادیم توی مایعات دیگه ما طولی و سطحی رو نداریم بخاطر اینکه پیوند های بین مولکولیش فقط این حجمی رو داریم داخل مایعات که میگیم وی یک برابر است با سه آلفا دلتا وی برابر است با وی یک زب در سه آلفا زد داره دلتا تتا توی بحث آب یه که خیلی برای ما اهمیت داشت بحث انبساط غیر عادی آب بود که بین دمای صفر تا چهار درجه سلسیوس اتفاق می افتاد. توی بقیه جاها من وقتی که دما رو می بردم بالا طبیعتا طبق همین روابط باید حجم حالا من این رو بنویسم بقیه ای جاها که تو قاطی نکنی بقیه دماها یه یه دونه تا 4 رو در نظر بگیر دما رو که ببرم بالا حجم هم میره بالا و طبق این رابطه چگالی برابر است با جرم تقسیم بر حجم ولی تو 0 تا 4 برعکس دما رو که میبرم بالا حجم میاد پایین حجم که بیاد بالا چگالی میره افزایش پیدا میکنه تو بقیه ای جاها دما رو که ببرم بالا حجم هم زیاد میشه جرم هم که ثابت چگالی کاهش پیدا میکنه بحث غیر انبساط غیر عادی آب بود که بعضا ازش سوال مطرح میشه تو گازها ما روابط حالا این رو مفصلتر انتهای همین جلسه باز یه نگاه کوچولو بهش میندازیم که پی وی برابر است با ان رو مطرح میکردیم یا پی وی تیوم ثابت رو در نظر میگرفتیم و مسئله هامون رو با اینها شروع میکردیم به حل کردن ما تا به اینجا بحث دما نمیدونم وسیله های اندازگیری مقیاس ها انواع دما سنجا و اینها رو با هم دیگه دیدیم بحث بعدی که با هم مفصل صحبت کردیم راجع به تعریف گرما رو گفتیم مقدار انرژی که بین دو تا جسم به خاطر اختلاف دما این مهمه که به خاطر اختلاف دما به وجود میاد و از جسم گرمتر به جسم سردتر منتقل میشه این تعریف گرما بود گرما یا باعث تغییر دما میشه یا باعث تغییر حالت ماده میشه اگر باعث تغییر دما بشه گرما رو که با کیونشون میدادیم واحدش هم جول بود که بعض وقت هم با کالوری نشونش میدادیم تغییر دما باشه کیو برابر با ام سی دلتا تتا براش می نویسیم. اگر باعث تغییر حالت باشه کیو برابر است با ام ضرب در ال می نویسیم. که اگر باعث زوب شدن و اینها باشه می شود MLF اگر باعث تبخیر بشه با می نویسم MLV این به MLF و MLV تقسیم میشه تغییر های حالت یه نکته ای که بچه قبل از اینکه حالا ادامه بحث رو مطرح کنم اینه که وقتی تو گرم آمدی این دوتا حالت نمیشه با هم دیگه اتفاق بیفته اول یه کدوم اتفاق میفته و بعدش این منظورم این نیست که مثلا تو یه دونه مثال جفته اینا رو نداشته باشی یا چرا مثلا بر فرض مثال اگر من یخ مثلا منفی ده رو بهش گرما بدم این میاد اول تبدیل میشه به یخ صفر یعنی اینجا تغییر دما دارم ام سی دلتا تتا رو دارم و بعدش این تبدیل میشه به آب صفر که اینجا ام رو دارم و اگر دوباره بهش گرما بدم این دوباره مثلا میشه آب بر فرض مثلا ده درجه سلسیوس اینجا دوباره ام سی دلتا تتا یا همون تغییر دما رو من دارم خب تو ادامه بحث ما راجع به تغییر حالتهای های مواد صحبت کردیم که حالا یا گرما بدیم یا گرما بگیریم چه اتفاقی میفته خب من اگر از گاز به مایع تبدیل بشم میدونم که میعان داره اتفاق میفته اگر از مایع به جامد تبدیل بشم میدونم که انجماد داره اتفاق میفته اگر از جامد به مایه تبدیل بشم میدونم که زوب داره اتفاق میفته و از مایه به گاز تبخیر داره اتفاق میفته خود این بحث تبخیر دو نوع بود یا تبخیر من سطحی بود که در هر دمایی اتفاق میافتاد یا حاصل از جوشیدن بود که باید مایه من ارزم به حضور شما که به دمای جوش میرسید و بعد شروع میکرد به تبخیر شدن که مفصل راجع به اینها ما صحبت کردیم خب اگر گاز به جامد تبدیل بشه گاز به جامد این حالت اسمش چگالش هستش اگر جامد به گاز تبدیل بشه تسعید هستش که حالا راجمه اینها کامل مفصل صحبت کردیم که چه اتفاقی برای اینها میفته برای این پایینی ها جسم باید گرما بگیره برای این بالایی ها باید گرما بده تا این اتفاق بیفته تو تبخیر سطحی نکته ای که خیلی اهمیت داشت مثلا من اگر یک ظرفی داشتم داخل شک مقدار مایه بود و یک مقدارش بر اثر تبخیر سطحی بخار میشد و تبخیر میشد این یک مقدار گرمایی میگرفت به خودش تا بشه بقی این گرمایی که میگیره از کجا بود از این مقدار بقیه مایه بود که حالا مثلا اگر تو آب صفر درجه باشه بقیه آب من شروع میکنه به یخ زدن کلا ما اگر گرما ارزم به حضور شما که به جسممون میدادیم این منفی بود اگر میگرفتیم مثبت بود الان اینجا هم اینجا هم الان این گرما گرفته مثبت اینجا گرما از دست داده منفی هستش خب بحث خیلی مهم و بسیار مهم و خیلی خیلی مورد سوال بحث تعادل گرمایی بود که میگفتیم Q1 به علاوه Q2 تا آخر هر چند تا جس که باشه اینها در نهایت برابر با صفر میشه اگر که بنده اطلاف نداشته باشم اگر مثلا یک مقدار گرما از دست بره اینجا من باید ارزم به حضور شما که عدد منفی رو بذارم مثلا میگه که آقا نمیدونم 200 هم انرژی از بین رفته از دست دادم اینجا میشه Q1 به علاوه Q2 برابر با منفی 200 اگر من گرما بدم به جس Q1 به علاوه Q2 مساوی با مثلا الان دیگه مثبت 200 جول حواست به این باشه پس این صفر برای وقتیه که تبادل گرمایی با محیط بنده نداشته باشم یا بهتر بنویسم اطلاف نداشته باشم یا گرمایی به مجموعه هم اضافه نشه که خیلی حالت های مهمی داشت بحث خیلی مورد اهمیت ما تعادل بین آب و یخ رو داشتیم تعادل آب و یخ رو داشتیم که خودش به دو تا دسته تقسیم می شود. یا وضعیت نهایی من وضعیت نهایی معلوم بود که سوالای خیلی زیادی ازش حل کردیم یا وضعیت نهایی نامعلوم بود یعنی مشخص نبود که من این رو هم کامل برای شما مفصل توضیح دادم و گفتم که حتما این رو یاد بگیرید که حائز اهمیت هستش این مهمه بچه ها خب این از این که ما خیلی از سوال رو اومدیم برات تیپ بندی کردم گفتم اینها رو حل کن اون یکی ها رو کن وضعیت نهایی نامعلوم رو چجوری برو جلو وضعیت نهایی معلوم رو برو چجوری جلو بانک رو معلوم میکردیم و تیکه تیکه ازش گرما میگرفتیم حالا یا گرما میدادیم بهش خب این از این بحث که همه اینها در نهایت هم مثلا یادتو میگفتن نمیدونم ام ال اف ام دلتا, دلتا اومده بودم سیارو رو بر حسب کالری و اینا نوشته بودم همه اونها داره از این از این موضوع داره نشأت میگیره که که مقدار کیو ها با هم دیگه برابر هستش در ادامه این مطلب ما راجع به روش های انتقال گرما صحبت کردیم که اولیش رسانش هست دومی تابش هست و سومی همرفت هست که اینها رو من همش رو مفصل راجع صحبت کردم همه اینها هم بچه ها به گرما هستش گرما هستش نکته هاش رو هم دیگه دیدیم سوال رو هم ازش زیاد حل کردیم به متن کتاب حتما باید توجه کنیم متن کتاب در اینجا حائز اهمیت سعی متن کتاب رو کامل بتونی حفظش کنی فقط توی قسمت رسانش برای بچههایی که الان 11 و 12 هستن یه دونه ما فرمول رو مطرح میکردیم که کیو برابر است با کا ضرب در آ ضرب در دلتا تتا ضرب در زمان تقسیم بر زخامت که این ارزم شما زدی رسانش گرمایی بود اینجا مساحت بود اینجا اختلاف دو تا دما بود با هم دیگه اینجا مقدار زمان بود و اینجا زخامت بود که اگر این تیه رو ببرم این پایین قرارش بدم میشد آهنگ رسانش گرمایی که با اش نشونش میدادن میشد همین کیو تقسیم بر تی برای بچه‌ای که دهمن این فرمول حذف شده و ازش هم سوال زیاد ما حل کردیم بحث بعدی که خیلی برای ما حائز اهمیت بود و خیلی خیلی مهم بود یعنی چون اگر که سوال های کنکور های گذشته رو بررسی کنیم میبینی که یه دونه بحث همون تعادل گرمایی که گفتم مثلا آب و یخ و اینا رو با هم دیگه میندازه یا مثلا نمیدونم یه جسم مسی آهنی یا هر چیزی رو میندازه داخل آب حالا مثلا در کنار هم قرار میده تا به تعادل گرمایی برسن خیلی اهمیت بود یکم کمی قانون گازها بسیار اهمیت داره که اگر ما یادت باشه راجع مقدار معینی از گاز صحبت میکنیم یعنی می گفتیم آقا یه مقدار گازی دارم در این فشار در این حجم در این دما بعدش نمیدونم فشارش رو مثلا دو برابر کردم حجمش رو دو برابر کردم بگو که چه اتفاقی براش افتاده ما رابطه پیویتیوم ثابت رو بسیار ما ازش استفاده میکردیم که پیویتیوم حالت اول رو با پیویتیوم حالت دوم برابر قرار میدادیم یه دونه هم قانون گازهای کامل بود که این داره از این میاد که پیوی مساویست با NRT پیوی برابر است با NRT که در خیلی از سوالها وقتی که مثلا من یک مقدار گازی اینجا داشتم یک مقدار گازی هم بیرون داشتم این دوتا رو با هم دیگه ترکیب میکردم میگفتم تعداد مول گاز الان با تعداد مول گاز بیرون با همدیگه جمع میشه مقدار مول گازی که حالا این دوتا با همدیگه ارتباط پیدا کردن که مثلا رابطه N1 به علاوه N2 برابر است با N مجموع رو ما زیاد ازش استفاده میکردیم که حالا تو هر کدوم اینا میتونست یک کدوم از این پارامترها حالا یا پی یا وی یا تی ثابت بمونه و انواع مختلفی ازش سوال بود که اینجا این فشار این وی این تعداد مول گاز اینم ثابت جهانی گاز 8.3 دهم این هم دما بر حسب کلوین هستش داخل اینجا اهمیتی که سوالی که خیلی مورد اهمیت بود این بود که تی حتما باید بر حسب کلوین باشه دما حتما بر حسب کلوین ولی پی و وی خیلی مهم نبود که داخل اینجا چی باشن ببین داخل اینجا اینجا رو نمیگن اینجا حتما باید اس باشه تو پی وی برابر با ان ولی تو اینجا که میگفتم پی وی هم ثابت فقط کافیه که دو طرف پی ویش دو طرف یکی باشه چون دو طرف یکی باشه با همدیگه ساده میشن و خط میخورن میرن سوال هایی هم که از این قانون گازها مطرح می شد راجع به این پیه می اومد ترکیب می کرد با بحث ارزم به حضور شما که فشار یعنی تعیین فشار که ما در فصل تو فصل فشار ویژگی فیزیک مواد راجبش مفصل صحبت کردیم و اندازگیری فشار رو دیدیم که چجوری هستش پس من تو اینها باید فشار رو از اونجا به دست بیارم و بیارم بذارم داخل این فرمول که بتونم سوالم رو حل کنم این یک خلاصه ای از آنچه که ما در این تعداد جلسه ای که از فصل چهار رو مطرح کردیم بود و همه نکاتش رو ما با هم دیگه دیدیم آموزش آموزش و تست های فصل چهارم در صفر تا صد فیزیک تموم شد ما الان همین الان کارمون با بچه های تجربی تموم شد امیدوارم که مطلب رو یاد گرفته باشن مفاهیم رو یاد گرفته باشن اگر که جایی بنده شوخی کردم اگر جایی از بنده حقیر دلخور شدید من عذرخواهی میکنم اگر جایی زیاد گفتم اگر جایی کم گفتم همه اینها رو به بزرگی خودتون ببخشید سعی کردم که جاهایی که بیشتر اهمیت داره رو برای شما با زوم بیشتری براتون کار کنم و تعداد بیشتری ازش سوال حل کنم فقط یک موضوعی که خیلی مهم هست و بچه ها از من زیاد سوال نرسن ببین من تو پیج اینستاگرامم مگه چند تا میتونم به سوال شما بچه ها جواب بدم یعنی خب این یک مقدار انتظار خیلی بالایی که من هر سوالی که میاد رو بخوام جواب بدم و تعداد سوال ها واقعا زیاد هست و وقتی که از من سوال میپرسید من شرمنده شما میشم که نمیتونم به همه سوالاتون جواب بدم ولی من در خدمت شما در انجمن آلا هستم اونجا سوال رو مطرح کنید با خاطر اینکه حالا هم بقیه بچه ها اگر سوال ها رو بلد باشن جواب میدن ولی اگر که سوالی بدون جواب بمونه و من حس کنم که تعداد سوال تعداد زیادی از بچه ها این سوال رو دارن حتما خودم جواب میدم خودم اونجا رو سعی میکنم که تون تون چک کنم که سوالی باقی نمونه بچه های تجربی ما رو حلال کنن ما کارمون با شما تموم شد ایشالله اگر عمری باقی باشه اگر زنده باشیم اگر سوادمون جواب بده سال آینده فیزیک 11 شما اگرم که توفیق نداشتیم در خدمت شما باشیم که ما رو حلال بفهمید بچه های ریاضی یه فصل دیگه ترمودینامیک ما در خدمتتون هستیم ایشالله که با همدیگه دیگه استارتش رو میزنیم که اون رو هم شما یاد بگیرید ولی بچه های تجربی دیگه ما کاری باشون نداریم خیلی دلم براتون تنگ میشه در این مدت زمانی که نیستم حتما سعی کنید سوال رو دوباره خودتون حل کنید سوال زیاد ببینید تست زیاد حل کنید که ایشالله از همین الان فیزیک سال دهامتون رو محکم و مفصل راجبش مطلب دیده باشید تست دادش حل کرده باشید و بعدا صرفا نیاز به مرور و یادآوری مفاهیم باشه و این نباشه که تازه مثلا شما دو سال بعد بخوای شروع کنی به یاد گرفتن این مطالب نکته این نیست که در فیزیک در پای دهم ده رو دارم الان خدمت شما عرض کنم در کنکور بخواد بیاد و من به شما نگفته باشم در بالاترین سطح ممکن برای شما سوال حل کردم این نوید رو بهتون میدم که سوال که براتون حل کردم اکثرا بالای 80 درصدشون سوال سخت کنکور بود سوالهای های المپیاد بود سوالهای های آبکی رو سعی کردم نیارم سعی کردم مفاهیم ابتدایی و مفهوم های اولیه رو اینطوری نباشه که یک سوال بهش اختصاص بدم همون مفاهیم اولیه هم در سوال های سخت بیارم و سوال سختی که برات تن کنم اون مفاهیم اولیه هم برات یادآوری کنم که یاد گرفته باشید ببخشید خیلی پر حرفی کردم واقعا ارادت دارم به همه شما در قلب من جا دارید خیلی مخلصیم یا علیه